بگی منو برای چی آوردی اینجا؟ تو نمیخوای بابت اینکه من ماشینتو درست کردم از من تشکر کنی؟ اون که وظیفه‌ت بود. دست شما درد نکنه. شوخی کردم سعید، واقعا ممنونم. از روز اولش هم بهتر شده. اصلا عمرن کسی به فهم ماشین تصادفیه. بفرما. وای سعید. حالا ببین چه ارتفاعی داره. چقدر باحاله. باز بگو تهران جای بعدیه. چیه اون چیز مهمی که میخواستی بگی؟ دوباره مامان جونه چه خوابی برای من دیده؟ آقای مهنده ببین آتی خانم، دیگه قرار نشد بخواید خب باشه، حالا ما دیگه میدی تا یه چیزی بگی؟ میخوام چهار باید از آپارتمان روبرویمونو به نامت بزن. بله، برای که بفهمی همه دنیا رو، برای که بفهمی من فقط به خاطر بچه و تو ازدواج نکردم. سعید تو واقعا میخوای اون چهار واحد رو به نامم کنی؟ چیزه حالا که گفتی، ولی اگه نمیگفتیم من تصمیم گرفته بودم که بهت بگم با بچه دار شدنمو موافقم. اتفاقا همین امشب هم میخواستم بهت بگم. واقعا؟ واقعا میگم. حالا که سند به نامم میکنی؟ سندو که الان نمیتونم به نامت بزن، باید اول پایان کار بگیرم. خب میتونیم یه کاری بکنیم. چه کاری؟ فردا بریم محضر. محضر برای چی؟ سعید نمیخوام دوباره بدبین بشم، فکر کنم یه حرفی واسه دلخوشی من زدی. فردا میریم محضر، اون چهار واحدی رو که میخوای به نامم کنی مثل اونایی که واسه مردم وکالتی به نامشون میزدی وکالتی به نامم کن. نظرت چیه؟ عالیه، خیلی عالی. شب با فرشاد صحبت کرد، بهم گفت که چقدر نگرانمی. حق با دایی فرشاده، همون دیشب زنگ زدم رابطه همون واسه همیشه با آرزو با هم زد. دایی دیگه به چی گفته؟ دایی گفت که باید دنبال یکی دیگه باشم، یکی که همسن و سال خودم باشه. گفت وضع مالی هم باید در نظر بگیرم، بالاخره یه دختر پولدار بهتر از یه دختر معمولیه. راستی میگم، دایی گفت این دفعه قبل انتخاب طرف رو به شما نشون بدم. گفت خودتون اینجور خواستی. خدافز. فرشاد، فرشاد، خواب یا خودتو زدی به خواب؟ فرشاد، این چه بساطیه؟ اینجا لوله شوفاژ رد شده، گرمه، تاریکم از خوبه. چی میگی؟ پاشو ببینم این مزخرفات چیه. یاد علیرضا دادی؟ پول باشه عشقم هست، پول باشه خوشتیپیم هست. عجب آدم دلقیه. با تو من چیکار کنم؟ ولی حقیقتی آدم پولدار باشه صبح با لگد و داد و بیداد بیدارش نمیکنم. خیلی خوب، تو هم با خوابیدن تا لنگزور کی به پول رسیده؟ افس شد. بابا خودت گفتی یه کاری کنم دختره رو بیخیال شه. من گفتم یه کاری کن بیشتر به کنکورش برسه، نگفتم این مزخرفات رو یادش بدی که نکنه میخوای این خودت آتل و باطل شه.
اولا بنده خیلی هم خوبم. خوبی اما تلو باطلی بابا. دوما هر کسی شیوه خودشو داره تو حرف زدن. فعلا که شیوه من بیشتر جواب داد همون دیشب با دختر کات کرد. اپه این نخود سیاست دیگه، حالا دختر پولدار از کجا گیرش میاد؟ خدایا خدا شفاعت بده. تا حالا من فهم کردم من دو تا بچه دارم باید تربیتشون کنم، حالا ببینم یک کوچولوی دیگه هم هست. اینا سه تا. این گندی رو که زدی خودت باید درستش کنی. یعنی بگم دوباره با آرزو دوست شد باش. وای وای آخه تو چرا اینقدر غه اولاغ خواستی بگی اولاغ فهمیده. سلام افسانه جان، یه دقیقه صبر کن. آره ببین، من این عکس رو دادم به دوستم، گفته من هر چیزی ببینم، هر اتفاقی بیفته حتما بهت میگم. مطمئن باش. بسم الله الرحمن الرحیم. به موجب این وکالتنامه آقای سعید شکیبا وکالت بلاعزم می‌دهد به سرکار خانوم آتوسا اقبالی در خصوص 4 واحد از 20 واحد آپارتمان واقع در بخش 10 تهران به پلاک ثبتی 6912-7215 با جزئیات و آدرس مندرج در این وکالتنامه تحت هر یک از عقود اسلامی، اهم از تملیک، فروش، انتقال، ترهین، اجاره، صلح و وقف. انشالله که به سلامتی خیر و بهرش رو ببرید. بفرمایید برای امضا. خب آقای مهندس، کار این آپارتمان ها کی تموم میشه؟ جالبه. تا دیروز اصلا برات اهمیتی نداشت که کار ساختمونم کی تموم میشه. مخ امروز برات مهم شده. او تون نرو، ساختمونت نه و ساختمونمون. از امروز شریک داری یا؟ عجب. حالا برای چی میخوای بدونی کی تموم میشه؟ میخوام 4 واحد خودم رو پیش فروش کنم. خب بذار کار ساختمون تموم بشه بعد هر کاری خواستی میکنم. اون که بله، ولی میخوام قبلش این کارو بکنم که سرمایه‌ام همچین زیاد نخوابه. یعنی چی؟ یعنی اینکه بنده از امروز وکالت تام دارم، 4 واحدمو میفروشم، پولشو میزنم توی کار دیگه. ایرادی داره؟ نه ایرادی نداره، اما تا وقتی اون ساختمون تموم نشده و پایان کار نگرفته نفروشی بهتره. اگه الان میخوای پیش فروش کنی باید زیر قیمت بدی بره. خب اینجوری به ضررته، من برای خودت میگم. خب اگه به ضررمه چرا خودت واحداتو پیش فروش کردی؟ بابا من بالا فروختم، تازه اگه اون موقع پول کم نمی آوردم هیچ وقت این کارو نمی کرد. مطمئن باش. من فکر اونجاش هم کردم ها، یا آگهی می دم اونی که از همه بالاتر خرید به اون می فروشم، تازه یه پنجم پولم زمانی ازشون می گیرم که سند رو به نامشون زدم. خوبه نه؟ خب ولی نگفتی که کار این آپارتمان ها کی تموم میشه؟ حد اکثر تا 4 ماه دیگه آماده تحویل. حالا اگه اجازه بدی جای این حرفای کاری و اینا غذام رو بخوری. بفرم جایی میخوری؟ بیشتر بخوری. صابر. سلام پرمون خانم. چطور جای قرار رو عوض کردی؟ حالت خوبه؟ چیزی نیست، یه مختصر سرماخوردگی خوب میشم. مطمئنی؟
چطور؟ چطور؟ تو؟ چیزی مصرف کردی؟ مصرف چیه؟ پروانه خانم ما سیگارم دور از چش زنمون دود میکنیم با ده تا آدامس گند زدایی میکنیم شما میگی مصرف کردی؟ وایسا بینم از ده فرسخی معلومه یه چیز زدی صابر روزی ده تا آدم خمار و نشه میبینم بگری با کی طرفی؟ همین یه بار بود زدم میخواستم ببینم چه جوری هست ساقی که خودش کشید دیگه کارش تمومه درست که همه زندگی تو باید بذاری پای این کار من غلط بکنم اینم همین یه بار بود خیلی چیز آشغالی بود صابر دیگه سیگارم دستت نبینم ببینم کار بیکار پروانه خانم سیگار که بسته دیگه خیلی خوب سیگار میتونی بکشی اما اگه بفهمم دوباره مخدر زدی دیگه نه من نه تو ببخشید گلاب بروتون اگه تو کیفا برم دست باها برگرم دست بالا مو میبرم بله باید تشریف بیارید اداره آگاهی بفرمایید سریع‌تر بفرمایید درصد مجرمای زنی که دستگیر میکنیم جمله اولشون تکراریه میدونی چی میگن؟ میگن شوهرمون مرده ما هم افتادیم تو کار فروختن مواد لابد شما هم میخواستی همینو بگی توی خانواده ما هیچ کس نمیدونه من از چه راهی پول در میارم این جملتون یکم متفاوت بود کسی که این همه مواد هم روشه بار اولش نیست پاش با آگاهی باز میشه شما که میتونیم بفهمیم وقتی پدر مادر بالا سر بچه هاشون نباشن تو این شهر چه بلاهایی ممکنه به سرشون بیاد مهمترینش اینه که گیر شما مواد فروشا بیافتن و اسیر مخدر بشن اگه تمام خلافکارای دنیا فقط یه بار خودشونو جای تومشون میذاشتن دنیا پاک پاک میشد خانم خلافکار چیه؟ نگیر این حرفا رو ببینم شما میدونین با فروختن مواد چند تا خانواده رو بدبخت کردین؟ یه سرهنگی تو دایرمون بود میگفت معتاد کردن آدم ها از قتل هم بدتره چون شما اونا رو روز به روز زجرکش میکنه مثل این میمونه با حشره‌کش بخوای سوسک بکشی مادرم همیشه سوسکو با دمپایی میکش میگفت زجرکش کردن حیوانا تاوان داره کشتن تدریجی آدم ها تاوانش بیشتره خانوم من با بقیه فروشنده ها فرق میکنم یعنی قضیه فرق میکنه شما اگه خودتون همین جا وایسا
میتونم با همراه همی تماس بگیرم؟ نه من به جوان ها جنس میفروشم، یا لااقل به اونا که از قبل معتاد نباشن، بار اولشونه، به اونا جنس میفروشم. کار شما مثل اون آدمی میمونه که بعد از تیربارون تیر خلاص رو میزنه خانوم. اون اولین سرباز با آخرین نفر تو کشتن اون آدم به یک اندازه شریکه. چند سال باید زندان باشم؟ اگه دست من بود گفتم تا موقعی که هیچ معتادی تو جامعه نباشه، چون طبق اصول خودتون وقت شما هم باید مواد فروشی رو بذارید کنار. همه این مدت بچه هم فکر میکردن من یه شغل دیگه ای دارم. خدایا اگه بفهمم همه چی میریزه به هم. پلیس ها این شهر وظیفه‌شون مهمتر از احساساتشونه. یه پلیس موفق باید همینطور باشه. من هیچ وقت یه پلیس موفقی نبودم. یعنی چی؟ اگه از ترس قانون و زندان این کارو بذاری کنار، دوباره برمیگردی سر جای اولت. چون هیچ کاری اندازه مواد فروشی پول نصیبت نمی‌کنه. ما هم تو گزارشمون می‌نویسیم از دستمون فرار کردی. بزنگ بی‌عرضه بودن به ما بچسبه. درو باز کن، پشت سرت هم نگاه نکن. برو. راحتی آزادت کرد؟ تو هم بهش شک نکردی؟ تو مگه تو این شهر زندگی نمی کنی؟ مگه تا حالا پلیس ندیدی؟ مگه پیش اون تلویزیون لامصب تو باز نکردی که ببینی پلیس ها چجوری هن؟ یه پلیس یه آدمی رو که یه خروار جنس همراشه به همین راحتی ول می کنه بره؟ من خودم مات مونده بودم. از اولش هم نباید میذاشتم بیاری تو این کار. خیلی شیکی خسرو؟ زنگ بزن بچه ها این دوربر بیان سر گوشی آب بدن ببینن کسی ترغیبش کرده یا نه. یارو پلیس تنها بود؟ نه، دو نفر بودن. اونی که حرف نمی زد یه زخم عمیق زیر چش راستش بود، برای همینم فکر کنم عینک دودی زده بود.
عزیز من، وقتی میخوای دو رقمو از هم کم کنی باید عدد بزرگتر رو بالا بنویسی. حل کن دیگه، چرا زور زدی به من؟ اینجا رو نگاه کن. گشنمه مامان، نمیتونم اینو حل کنم. بیا این میوه رو بخور بعد اینو رو حل کن. پس آخه شام چی؟ خودت دیروز به من گفتی من میتونم امشب شام بخورم. دو روز یک گرم کم نکردی. آخه من شب ساعت 8:30 منتظرم. میای؟ لینا چی داری میخوری؟ مبارکه بابا. لینا شیرینی داری میخوری؟ از چونت سیر شدی دختر؟ این دفعه رو من بهش اجازه دادم، ولی فقط برای همین یه بار. باشه، حالا بده برو تو اتاق. برو دیگه. ببین اینا رو از آتوسا گرفتم، گفتم بشینیم یه دونش رو با هم دیگه ببینیم. چقدر جالب، خیلی خوبه. ولی میدونی افسانه، یه مشکلیه. من الان باید برم بیرون، با یکی از موکلان قرار دارم. آخر شب که برگشتم چشم با هم میشینیم ببینیم. ببخشید. سلام آقای صمدپور، حال شما چطوره؟ اسمس؟ نه اسمس نیومده. زیاد این روزا به اسمس نمیشه اعتماد کرد. بله حتما حتما خدمت میرسم. خواهش میکنم، میبینم اتون. خداحافظ. نادر میگم نگاه کن ببین این یکی خوبه. این آقای صمدپور اینقدر سمجه، یا تلفن میکنه یا اسمس میده یا پیغام میذاره. بالاخره باید یه جوری منو پیدا بکنه. الو نازنین، چطوری؟ میتونی بیا اینجا؟ باید کار واجبی دارم. تو بیا بهت میگم. لیلا. بله مامان. برو خونه خاله با پویا بازی کن. آخ خدافظ. مامان، دمپایامو در بیاری با کفشام برم. نمیخواد مادر، همون جوری برو. جواب نمیده این خانم لطفی. حالا چیکار کنم؟
وقتی عکس نادر رو دادم بهش و میخوان لطفی، گفتم اگه دوباره اومد اینجا سر و کلش پیدا شد به من خبر بده. خب وقتی خبر نداده یعنی نرفته دیگه. من رفتارم و نسبت به گذشته باش تغییر دادم، ولی تو این هفته این دومین باره که شب میره بیرون. بابا تو هم خیلی به نادر مشکوکی. خب وقتی رفتار تو تغییر دادی بالاخره اونم میبینه دیگه، یه جای نگرانی نداره. میترسم نازنین، میترسم یه کاری بکنه که دیگه راه برگشتی نداشته باشه. میگم شاید یکی باشه مثل خودت، خوب، خانوم. تو دنبال چی پا شدی اومدی اینجا؟ جدی میگم اگه اینطوری باشه میتونن دوتای دست به دست هم دیگه بدن دیگه، نظرن نادر شب از خونه بره بیرون، بره خیابون گردی کنه. اون موقع از همه مهمتر لیلای بدبخت بیچاره یه مادر مهربون گیرش میاد. موقع دیگه افسانه خانم نیست بهش گیر بده بگه اینو بخور اونو نخور، اینجوری بکن اینجوری نکن. میشه تو لالچی؟ حقیقت تلخه مثل ته خیار. ولی جدی مادم کمکتون کنم. برو بیرون، پاشو برو بیرون. باید خواستی رو کمک من حساب نکن، هیچی هم نکن. سلام. سلام، چطوری؟ خوبم. چه خبر؟ هیچی. ایوا نادر، خب کفشاتو در بیار. آها، معذرت میخوام. بیا برو وسایلتو بذار تو اتاق، بیا چایی بخور. کوکو سبزی داریم؟ بله بله. باشه، شب میام با هم حلش میکنیم. از مبلغ کم نکن، یادت باشه دادگاهشو من میرم. خیلی خوب، پس باید 10% اضافه بذاری کنار دیگه. نه بابا حوصله‌شو ندارم، بیخیال. بابا اینجوری نیست که فکر میکنی، اصلا اینطوری نیست. امشب میخوام در جمع گرم و صمیمی خانوادم باشم. بله، خداحافظ. نادر. بله. امشب میخوایم دست جمعی شام بریم بیرون. نمیشه افسانه جون، برای اینکه ساعت 8 شب من و سیامک با یکی از موکلامون قرار داریم برای قرارداد نهایی. فردا صبح اول وقت آخرین دادگاهشه. بالاخره بعد از یک سال رفت آمد داره به نتیجه میرسه. حق الوکالش هم زندگیمون از این رو به اون رو میکنه. جدن؟ آره جدن.
اگه اجازه بدی برم یه دوش بگیرم، بهم یه چای مشت بزنم و برم سر قرارم. باشه، تا تو میری دوش میگیری منم یه کیک خوشمزه برات درست میکنم تا انگشتاتو باش بخوری. لیلا نباشه دلش بخواد. نه رفته پایین، نگران نباش، اون عادت داره. خیلی خب، من رفتم. افسانه. بله. دعا کن همه چی خوب پیش بره. حتما دعا میکنم. متشکرم. اجازه میدی؟ بفرمایی. افسانه، افسانه، قصه داره در میزنه، مهمونه ناخونده داره.